حقش آقای آهی میزنن. آماده هستین؟ بزنی؟ برنامه شروع شد. سپاس. این اولین روز تمام ضبط های سری جدید لس آنجلس اون هستش. موسیقی کسانی که مدت هاست کار نکردم باش میدیستشون کار کنن، زمان رادیو که سعید محمدی هستش. بابا سعید جان درود بر یک کلمه هر کجای دنیا که باشی درود. یه بار سلامت میکنم. دیگه چی میگه؟ مال منو بخون. چی میگه؟ کدومه؟ میگه سال نوی رسیده باز، سال نو مبارک. سال نوی رسیده باز، سال نو مبارک، در سخنم دمیده باز، سال نو مبارک. سال به هم رسیدن و دل ز غم بریدن، سال ستاره دیدن و وقت پر کشیدن. سال به هم رسیدن و دل ز غم بریدن، سال ستاره دیدن و وقت پر کشیدن. حاضرم. صدایت میزنم بشنو، نگاهت میکنم دریا، دریا نزدی، دریا من نزدی، ولی دوری مثل تصویر اونجا. چه خبره؟ این قبل از اولین آهنگ هستش، کلی تمرین کردیم. از ساعت دو اومدی الان ساعت دیده 4:30. آماده هستین؟ بفرمایید. درود به یکایی که بینندگان عزیز بی بی سی فارسی هر کجای دنیا که تشریف دارین. آهنگ یادگار رو براتون اجرا میکنم. این ترانه رو من در آلبوم سومم چشم به راه اجرا کرده بودم و راستش هرچی میگردم که بگم برای مضمون خاصی ساختم، ولی در واقع برای مرحوم پدرم، امیدوارم همه رفتگان رو خداوند بیامرزه و در آرامش باشه روحشون. من برای مرحوم پدرم این حس و حالی گرفتم که این آهنگ رو بسازم و ساختمش. وقتی که ساختمش دیدم بیشتر به خود خدا میخوره. به هر حال تقدیمش میکنم به تمام اونهایی که عزیزشون رو از دست دادن. به یادگار
لحظه رهایم کن از این غربت، شروع کن قصه ای تازه برای من. تو جان بودی، تو جان بودی، تو جان هستی به دنبال صدایت میزنم بشنو، نگاهت میکنم دریا، به من نزدیک ولی دوری مثل تصویر ماه برام، تو یاد کودکی من چون عطر یاس رو دیوار که مونده عکس لبخنده روی قلبم سپاس. خیلی متشکرم از شما. بوس از شما آقای صادقی، خیلی ممنون. شما خواستی وحفه محمدی، همه به اسم فامیل از این بعد بگیم، مثل مدرسه بود قدیم. آره به اسم فامیل گفتم. هر موقع خانم هم به میگه سعید، میگم میگه سعید آقا. سعید آقا چون خطر چشم است. بعد از سالهای رادیو با هم دیگه هستیم در یک تلویزیون. بالاخره بله به عزت خیلی غیبت داشتی. غیبت مال من صغرا بوده، مال شما کبرا بوده، ولی ما تو رو به صورت صغرا کبرا هر روز داریم میبینیم تو بی بی سی. اتفاقا مثلا شما کجا بودیم مدت هاست خبری نیست، چون مردم تا آلبوم ندید بیرون، تا جلد نبینن میگن طرف اصلا هیچ کار نکرده. والا دارم همه اون کارا رو دارم میکنم بذارید، ولی من فکر میکنم انقدر تنوع زیاد شده، مردم حواسشون به جای دیگه است. یه زمانی گفتم اینا همیشه مردم یه دونه نوار مثلا عید نوروزی یادته بله. میساختن ترانه و کلدکس و اینا میدادن، مردم میدیدن، همه رو میدیدن، ولی الان دیگه از صبح که بلند میشه تا شب حداقل دو تا خواننده جدید میشه. بله میگه هر روز تا نوروز، نوروزتون پیروز. یعنی هر روز کلی آره. پس شما اینو تقصیر چیز میذارید، دیگران میذارید. نه ولی من فعال بودم، فعال هستم، مثل همیشه دارم آهنگام رو بیرون میدم، کار میکنم. معمولا سالی یه دونه یا دو تا کار حتما منو ندا همسرم با هم میزنیم، آهنگ و ترانه و اینا رو. خب ویدیو رو ایشون مثلا ویدیو رو نده همه رو درست میکنه، خودش ایدهشو میده، ادیت میکنه، همه کار میکنه، نه اینکه فقط بگه این بیاد اون بیاد بگیره، کارش میکنه. و میگم واقعا فعال هستم، ولی خب کمتر دیده میشم. شاید بچه‌ام، شاید دوره که شما ازش اون نگاهو دارین نشون میدین، شاید اون نگاه دیگه امروزا وجود نداره. شما قراره یه آهنگ از کوچه بخونید که دیگه تو کوچه عاشق میشن، همه روی اینستاگرام اینا دارن عاشق میشن، تازه به من میرسن. ولی جالب رو همون اینستاگرام دنبال آهنگ کوچه من میگردم بعد. این هم داست که حتی بعدن خواهر خونین رو اصلا نشنیده بگیرین، بحث بخی هستش. و سعی جو شما سابقه خیلی طولانی داری، آهنگی هم که برای ما خونی خیلی با مسماست، یادگار حرفا داره. آره. من وقتی فکرم راجب ایرانه، ولی انگار راجب این نیست. نه نه راجب ایران نیست. یادگار رو من وقتی که پدرم مرحوم پدرم فوت کردن، داشتم آلبوم آسمونه آبی رو تهیه می‌کردم و نزدیک 20 سال پیش میشه. شما هم دهه 70 اومدین اینجا. من اولین بار که اومدم اینجا سال 64 خودمون، نه معذرت میخوام 65 خودمون اومدم. بعد رفتم اروپا، موندگار شدم، 10 12 سال اونجا موندم، بعد دوباره اومدم اینجا. پس من تقریبا اشتباه کردم. اب نداره. پیش میاد. این چیز اوکی. هممون اشتباه. انسان جایز الخطا است. ما که فرشتیم چه بیشتر. 94 خودت تو فرشته میدونی؟ بابا دم دیگه به خدا. بعضی وقتا از سخت میام پایین، ولی فیلمشو نشون نمیذاره. زارا. بله این آهنگ یادگار 94 آلبوم اولم رو میلادی، آلبوم اول رو دادم به بازار. بعد دو سال بعد همینجور دو سال یعنی 6 سال بعدش تقریبا 2000 آسمونه آبی بود که یادگار پدرم که فوت کرد. خیلی اینسپایر الهام گرفتم از اون حالت غمگی. وقتی که الان گوش میدم یادگار رو، ترانه‌ای که روش گفتم انقدر معنی و مفهومش والا و عمیقه که انگار برای خداوند گفتی، گرچه خداوندم پدره، ولی انگار برای مادرم میتونه باشه یا مادر با نگاه دیگه ای بعد به خودم نگاه کنه. نه واقعا درسته، خیلی کار اینجوری که بعد از اینکه میسازی بعدن یه جای دیگه میبینی اصلا یه تاثیر دیگه داره. بله و همینم حسال
جالبی داشت اتفاقا. من فکر کنم اصلا راجع به درگذشت پدر باشه. آره. کم گفتم راجع به ایران ممکنه باشه. راجع به بهتر بگیم عشق پدر. عشق پدره چه بهتر. و حالا از یادگار به روزگار. روز روزگار. قافیه رو کیف کردی؟ شما قافیه رو وجود اصلا کیف کردم. من راجع به این اصلا باید ترانه بسازم. این حرکتام توش بیاد. حالا اینجوریه. و آهنگی که کاملا روحیه رو عوض می‌کنه چون اتفاقا اولین آلبومایی که از شما اومد آهنگای شاد خیلی معروف بود و این آهنگای شاد یادگار از اون اردوهای رامسر زمان شاه که ما بعد از این آهنگ ممکنه راجعش صحبت کنیم. آهنگ روزگار. آره. درسته؟ روز روزگار. نه میذارم خودتون معرفی کنید. من برم از صحنه بیرون شما معرفی کنید. پس فعلا من برمیگردم. قول میدم ها. بفهم. به اتفاق بچه‌ها دوستان هنرمندم که همه از واقعا هنرمندان خوب شهر لس آنجلس هستن. آهنگ روز روزگار از آلبوم آفتاب مهتاب فکر کنم آلبوم دوم من بود که به بازار اومد. امیدوارم که از برنامه امروز کلن لذت ببرین. تو قلبم خونه داشتی، رفتی به کناری، تن و تنها گذاشتی، گفتی که نداره دیگه عشق تو لطفی، تو که دیگه با ما این حرفا رو نداشتی. روز روزگاری تو قلبم خونه داشتی، اون زمان که با ما سر جنگی نداشتی، دست مهربونه کشیده بود به راهم، جاده های خوبی توی دشت نگاهم. رفتی شاید یار دیگه پیدا کنی، باز خودتو تو دل کسی جا کنی. رفتی شاید یار دیگه پیدا کنی، باز خودتو تو دل کسی جا کنی. تو دل کسی جا کنی. عالی عالی آقا چه کردی؟ چه قوقا کردی؟ از این پنجه آتش میبارد. از اون پنجه هم خیلی آتش بارید چون گیتار واقعا شما شیش هشتی عالی زدی. حتی فکر کنم ویولونسل یا
بیس میگیم چی میگیم؟ کنترواس. اصلا رفت موسیقی بتهوون تا حالا 6-8 نزده بود که متشکرم برام تو از شما آقای حیدرینیا. ما هم با اون 6-8 که معمولا میزنیم فرق داشت. اصلا همه چی اینجا فرق میکنه. آره افریکن 6-8. اینجا حتی زورم قیافش فرق میکنه. آره شبیه بهزاد شده. آهنگ بسیار شادی بود. داشتم یادی میکردم قبل از اینکه از اون آلبوم های اولت شما آهنگای شاد خیلی اومدیم و اصلا خب این نبض تاریخی ایرانی ها در دو چیز غم و شادی باید زندگی میکردم میگن یه دیوار این بر عروسی این بر خزاست راست میگی والا اصلا مردم میطلبیدن بزا جان تو این لس آنجلس من اومدم خب یه سری خواننده قبل از من بودن دیگه اون بعد از انقلاب که اومدم همه اینا شاد میخوندن و من وارد اینجا شدم من اصلا آهنگام همه غمگین از ایران اومده همه ملی میهنی اصلا توی یه فضای دیگه ای بودم بعد اومدم خب چون که موزیسین بودم ترانه هم میگفتم گفتم خب من یه آلبوم بسازم که بتونم مورد توجه واقع بشم و دلیل اصلیش این بود خوشبختانه از همون موقع که شروع کردم همش مورد توجه واقع شد بعضی از آهنگا با آهنگای ایران ما تو سیزده به درو می‌خوندیم آره لا چاچا و اینا رو میگه دختر رو بالا مال اردی رامسر بود دقیقاً مال اون اردو من فهم ما بگیم که زمان شاه جوونا رو میبرن تو اردوهای تابستانی تو محل توی آبادان بود بعضی وقت توی رامسر جای آموزشگاهی می‌ذاشتن بعد می‌بردنشون اردو به عنوان مثلا جایزه بله و اینجوری تشویق می‌کردن موسیقی رو در بطن فرقی ایران و شما به حال از اونجا اومدین دیگه مثل خدا یفه زهور کردن لای دریاها ها اومدین و باز هم این جالبه خوشحانه یه سابقه 25 ساله داریم من یه آلبوم دارم میدم الان دارم به بازار میدم به اسم 25 شما دو تا سعید هستید چطور؟ یا سه تا تو که داریم بیشتر بگو نه چون من فیلم های تخیلی زیاد دارم شما سه تا سعید هستید از سه بود یکی سعیدی بود که با فرخزاد معرفی شد درسته. یکی سعیدی بود که آهنگای شاد و غری میخونه 6-8 و سعید الانه راست میگی درست و این خیلی سخت نبود که چطوری از اون دورانی که با شادمان فرخزاد که شومن ما بودن و آهنگ هم میخونن و خیلی در دلها جا داشتن شما با ایشون معرفی شدید و این جدا شدن این دوره بعد از قتل ایشون بود این جدا شدن یا اینکه اصولا با فریدون بله ما 5 سال قبل از این اصلا خوانندگی رو ول کردم رفتم دنبال زندگیم به خاطر اونم به خاطر داداشم بود برادر بزرگترم بله آها. ایشون به دست تروریست ها کشته شد و اصلا من رفتم توی دیپرشن و اعتیاد و درب و داغون آره خیلی زندگی درب و داغونی داشتم و خداوند خواست خودم هم خیلی همت کردم موسیقی تنها چیزی بود که بهش واقعا میتونم بگم تکیه کردم و آیندم رو واگذار کردم به پس آهنگای شاد شما رو هم شاد کرد برای خودتون 100% بسیار مهمه میشناسم به خاطر که این مسئله رو که چجوری آدمی که غمگینه با موسیقی شاد چقدر میتونه زندگیش عوض شه بچه بهتر از این که یه آهنگ شاد دیگه بشنویم نه؟ اگر شما دوست داریم بشنویم بذار من اینجا توضیح بدم پس من تنهاتون میذارم بعد میخوایم برمیگردم ولی یه جای دیگه بریم تلویزیون ببینیم برو ببین خدا آهنگ کوچه‌ای که راجبه یک عشق نوجوانی خاطره یک عشق نوجوانی و عشقی که در کوچه جریان داشت و من فکر میکنم خیلی ها میتونن با این خاطره مشابهش رو در خودشون پیدا بکنم من فکر می‌کنم که خیلی شبیه من هستن از این خاطرات از نوجوانیشون دارن امیدوارم که به هر حال گوش کنین و لذت ببرین بریم کوچه رو اجرا کنیم یه کوچه خالی رو دیواری کاگلی کشیدم عکس یک قلب از عشق خیالی زیر عکس رو دیوار نوشتم به یادگار شدی قلب شکسته به تیر عشق گرفتار شبا توی کوچه‌مون میشد آینه بندون باز عشق من و تو زمین و هفت آسمون تب عشق بچگی پر از لطف و سادگی میزد به تار و پودم آتیش دل دادگی اما دیدم کوچه یه کوچه یه خالی بود عشق تا خیالی بود یه عشق پوشالی کوچه 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 خالی بود عشق تو خیالی بود یه عشق خیالی
کوچه خالی رو دیواری کاگلی کشیدم عکس یک خط از عشق پوشالی زیر عکس رو دیوار نوشتم به یادگار شد این قلب شکسته به تیر عشق گرفتار شبا توی کوچه‌مون میشد آینه بندون واسه عشق من و تو زمین و هفت آسمون تب عشق بچگی پر از لطف و سادگی میزد به تار و پودن آتیش دلدادگی اما دیدم کوچه یه کوچه یه خالی بود عشق تو خیالی بود یه عشق پوشالی کوچه 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 خالی بود عشق تو خیالی بود یه عشق پوشالی از دیوار کاگلی با عکس اون قلب شکسته مونده یک خاطر از کوچه و شبهای مونده یک خاطر از قلب شکسته مونده یک خاطر از قلب شکسته کوچه 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 خالی بود عشق تو خیالی بود یه عشق خیالی کوچه 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 خالی بود عشق تو خیالی بود یه عشق پوشالی کوچه 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 لا 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 کوچه 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 خالی بود عشق تو خیالی بود یه عشق پوشالی در حالی که این مه و بخار داره اینجا رو فرا میگیره و آماده میشیم برای آهنگ بعدی چه لباسه آورده بودین؟ آره ولی خب با هر آهنگ سعی جان میخواد با هر آهنگی لباس عوض کنه مثل واریوت های قدیم که یادش بخیر ولی خب با من بیا چی؟ آره آره کندوره بیا خب این لباس هاست مشکی رنگ عشقه. آره ببین مشکی رنگ عشق برای ایران. این مدل لخته نه مدل آره. لخت. این جکت همه فکر کردم دیزاینره. این هم اینو من میخواستم برای اون آهنگ روزگار بخونم که دیگه نشد دیگه. خیلی قشنگه. برای کوچه حالا. میتونیم با این تموم کنیم. اینو بپوشیم اینجا و تا حالا باش اجرا نکردم. اولین بار این کلاه هم داره. کلاه هم داره. ایشون خانم ندا هستن. نیاز به توضیح نیست. از سوشار. خیلی تونده آره ولی چیزو گفتم دیگه شما چه رابطه ای دارید نشون میده نشون میده دیگه ای با من و دل هم صدا مشو از من و دل جدا بی تو میشکنه بغض من توی سینه گریه میکنم بی صدا بم بفهمه بدون شهر بودیم قصه باورم نمیشه تو باورم نکردی یه روزی میاد که باز دنبالم میگردی چون پرنده های کوچی پر زدی رفتی به پوچی از دیاری به دیاری از یه پوچی به یه پوچی مثل ترس بچه آهو از شکارچی یا حیاهو میگریزی از دیاره ای تو دریا ساحلت کن باورم نمیشه تو باورم نکردی یه روزی میاد که باز دنبالم میگردی
برگ زردم مثل خاکستر سردم، با یه لبخنده دروغین گفتی میرم برمیگردم، گفتم آخر من چه کردم کین چنین محکوم دردم، گفتی باورم شکسته رفتی و باور نکردم. ای تو بی تکرار عاشق در پی دشت شقای، از کرانه تا کرانه در پی یه صبح ساده، با دو چشم شب پروزه شم عشق سینه سوزه، رفتی یا ناگفته مونده آخر آمد چه به روزه. باورم نمیشه تو باورم نکردی، یه روزی میاد که باز دنبالم میگردی، باورم نمیشه تو باورم نکردی، یه روزی میاد که باز دنبالم